به نام خدا. سلام، به یکی دیگه از برنامه‌های کانال مسلمان تیوی خوش اومدید. زنا یعنی رابطه نامشروع، یعنی دو نفر نامحرم با هم همبستر بشن. حالا اگه زانی یعنی زنا کننده مجرد باشه تازیانه میخوره، اما اگه زنای محسنه باشه یعنی زن و مردی که همسر دارن و با این حال با نامحرم همبستر بشن، حکمش رجم یا همون سنگساره. این مجازات مجازات دنیوی زانی و زانیه، یعنی مرد و زن زناکاره. حکم اخروی جای خود محفوظه و اگه کسی بتونه از قانون هم فرار کنه، تو زندگی گرفتاری هایی براش پیش میاد که قبلا ویدیوش رو منتشر کردیم، که اگه ندیدین لینکش رو انتهای همین ویدیو قرار میدم تا با کلیک بر روی این عکس بتونین تماشا کنین. اما سوال اینجاست که چرا اسلام حکم سنگسار داده و آیا این بیرحمانه نیست؟ در پاسخ میگیم اولا این حکم مختص اسلام نیست و قبل از ظهور اسلام در آیین یهود هم بوده. دوما این مجازات جنبه بازدارندگی داره تا هر کسی به خودش اجازه نده سمت زنا برو به ناموس دیگران تعدی کنه. سوما اثبات زنای محسنه شرایط بسیار سختی داره. اما نکته مهم اینه که شارع مقدس این حکم رو وضع کرده تا اجتماع از هم نباشه. وقتی زن و مرد زناکار به سزای عملشون برسن، دیگه کسی به خودش جرأت نمیده پا روی قوانین الهی بگذاره. مورد بعدی اینه که ظاهر این مجازات خشن هست، اما حکمت‌های بعد اون که به سلامت جامعه کمک میکنه میتونه قضیه رو روشن کنه. احتمالاً بیماران دیابتی رو دیدین که به دلیل عدم مراعات در خورد و خوراک و عدم توجه به مسائل سبک زندگی، قسمتی از دست یا پاشون سیاه میشه. پزشک در این مرحله تشخیص میده که باید فلان انگشت پا یا دست قطع بشه. آیا هیچ انسان عاقلی میتونه اتهام خشن بودن رو به پزشک نسبت بده؟ هرگز، چون پزشک صلاح اون بیمار رو میخواد و اگه دو انگشت قطع نشه چند وقت بعد دست یا پای کامل باید قطع بشه. درسته این مسئله برای بیمار تلخ و زجرآوره، اما از یه تلخی بزرگتر جلوگیری میکنه. رجم و سنگسار هم همینه. درسته یه نفر جون خودش رو از دست میده، اما باعث میشه تا از ترویج فساد و فحشا در جامعه جلوگیری بشه. کسی که همسر داره و شرایط ارضای غریزه جنسی خودشو داره، وقتی میره سراغ دیگری چنین شخصی زیاده خواه و بیماره. باید برای جلوگیری از سرایت این بیماری به جامعه جلوی این شخص ایستاد و با مجازات به دیگران فهمون که جامعه متعلق به هم است و باید سالم بمونه. وقتی هوای شهر آلوده بشه رو همه اثر میذاره. امیدوارم از تماشای این برنامه هم لذت برده باشید. ممنون که تا انتهای این برنامه همراه من بودیم. با لایک ویدیو کمک میکنید یوتیوبون رو به افراد بیشتری نمایش بده و شما در ثواب نشر و ترویج معارف و مفاهیم اسلامی سهیم و شریک باشید. تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.